برنامه‌سازان، میهمانان و کلیه شرکت کنندگان در برنامه‌های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. با سلام، من دکتر شیرین نوروی خوشحالم به اطلاع شما برسونم که هر سه شنبه 11 بامداد میتونید بیننده برنامه روانشناسی من در رویال تایم تیوی باشید. هر هفته با موضوع جدید روانشناسی در خدمتون هستم و شما میتونید تماس بگیرید، موضوعی که در رابطه با خودتون، اطرافیانتون، همسرتون، فرزندانتون، عزیزانتون دارید پرسش کنید. هر سه شنبه 11 بامداد در خدمت شما هستم. دکتر شیرین نوروی دارای برد تخصصی در روانشناسی بالینی با گشودن دریچه امید با آنان که تنها نظاره‌گر خوشبختی هستند امکان می‌دهد تا آرامش روان و زمزمه خوشبختی را تجربه کنند. برای مشاوره حضوری و تلفنی، حل مشکلات خانواده، فرزندان، زناشویی و فردی، آزمون‌های روانشناسی، درمان عدم تمرکز و اختلالات یادگیری، روش برخورد با عصبانیت، استراب و بحران‌های روانی، ترس‌ها و نگرانی‌ها، اصول پرورش کودکان و نوجوانان، تقویت اعتماد به نفس، مشاوره قبل از ازدواج با دکتر شیرین نوروی با تلفن 818 344 6818 تماس حاصل فرمایید. دکتر شیرین نوروی همچنین آثاری را منتشر نمودند که عبارتند از تعلیف کتاب چگونه مادر و پدر موثری باشیم، ترجمه کتاب یک سبد عشق، شناخت مردان، چراغ دل شوهرت را روشن کن، چراغ دل زنت را روشن کن، از کودکان بیاموزیم و نیز هر چه نیاز داشتم بدانم در کودکستان آموختم. همچنین تهیه سی‌دی چگونه پدر و مادر موثری باشیم، چگونه رفتار مناسب با فرزندان خود داشته باشیم، چگونه همسر خود را انتخاب کنیم و چگونه رفتار مناسب با همسر خود داشته باشیم. و همچنین سه محصول جدید با عنوان چگونه با خرد درونی خود به آرامش برسیم، چگونه به وزن ایدئال برسیم و چگونه با سالمندانمان رفتار مناسب داشته باشیم. برای تهیه آثار دکتر شیرین نوروی در آمریکا و سایر کشورها با شماره تلفن 201-818-3446-818 تماس حاصل فرمایید و یا به وبسایت nuravi.com مراجعه فرمایید. درود گرم منو در هر کجای گیتی که هستید بپذیرید و امیدوارم خوب باشید و بیننده برنامه ما. اگر پرسشی دارید در رابطه با خودتون، عزیزانتون، همسرتون، فرزندانتون، همکار و رئیس و غیره، میتونید رو خط تشریف بیارید به ترتیبی که چراغ‌ها روشن بشه. در خدمتون هستم و پاسخگو خواهم بود. تمام مسائلی که ما داریم معمولاً با کسایی هستش که نزدیک ما هستند، اطرافیان ما هستند که ما این مسائل رو داریم. پس ما میتونیم این مسائل رو حل بکنیم و نگذاریم اگر اشتباهی بوده، درگیری بوده، همچنین بمونه برامون. حتما باید تا زود دیر نشده کاری بکنیم. پائولو کوئلیو خیلی قشنگ گفته بود که سال گذشته یک جفت کفش خریدم که رنگش قشنگ بود، خیلی هم قشنگ بود، ولی اندکی پاهام را آزرده میکرد. فروشنده گفت کمی که بگذره جا باز میکنه. پس من خریدمش و پوشیدم. خیلی گذشت اما جا باز نکرد. هی آب زدم توش، دستمال گذاشتم، جا باز نکرد. فقط استخوان پاهایم رو بسیار آزرده ساخت. با خودم گفتم به هر حال این همون رنگیست که میخوام، این همون کفشیست که میخوام، میتونم در مسیرهای کوتاه بپوشمش، نه مسیرهای بلند. خب در مسیرهای کوتاه هم پوشیدم. حدس بزنین چی شد؟ در مسیرهای کوتاه هم پامو آزرده کرد. بله، من اشتباه کرده بودم. کفشی که پام رو آزرده میکرد هر چقدرم خوش رنگ و قشنگ و زیبا بود نمیبایستی میخریدم. و وقتی خریدم و فهمیدم اشتباه کردم، نباید نگهش میداشتم. اشتباه اشتباهه. نباید ما کاری که برامون سخت بوده، بد بوده، کفش تنگ رو نگهش میداشتیم. نباید طی روزها و سالها حملش میکردم به امید اینکه تغییر کنه.
و به یک امر دلخواه تبدیل بشه. دقیقاً این رابطه ما با دیگرانه، رابطه ایست که ناسالمه. میخوام با کسی ازدواج کنم 10 سال از من کوچکتره ولی چون زیباست و جذابه و دلرباست میخوام باهاش ازدواج کنم. میدونم چقدر پیامد داره، چقدر مسئله داره، میدونم که مسئله خیلی زیاد خواهد بود و اشتباهه، ولی این کارو میکنم. بعد چیکار میکنم؟ بچه دار میشم. بعد از یه مدت میبینم که نه، چقدر فاصله سنی هست، 10 سال 15 سال، چقدر اختلاف هست. اون موقع دیگه میخوام چیکار کنم؟ اشتباه اشتباهه، باید جلوشو بگیریم. کاری رو میگیرم که اصلا دوست ندارم و علاقه ندارم و هر کاری میکنم علاقه مند نمیشم و خودم رو سالها تو اون کار نگه میدارم، در صورتی که میتونم thank you very much من کارم رو عوض کنم، از اول کارم رو کاری رو نگیرم که از روی بدبختی و ناچاری هستش. از اول با کسی ازدواج نکنم که از رو بدبختی و ناچاری هست. از اول مهاجرت نکنم از بدبختی و بیچارگیه. از اول جایی رو نخوام از این خونه به اون خونه برم که از بدبختی و ناچاریه، که بعدن نتونم از دستش آزاد بشم، آزرده میشم. و کم 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 عادت میشه. خب پس پائولو کویلو گفت که امروز کفشا رو دور انداختم و با خودم تعهد بستم که دیگه من اشتباهات این چنین نکنم، به امید اینکه همه چی خوب خواهد شد. خب این قشنگترین پیامی است که میتونستیم به هم دیگه بدیم. تکرار برنامه ما 3 شنبه‌ها 11 صبح هست، در آمریکا داره پخش میشه. شنبه 5 بعد از ظهر در آمریکا و ایران 10:30 صبح 3 شنبه. همکنون باید زنده پخش بشه در ایران. لطف کنین زنگ بزنیم من ببینم پخش میشه یا نه. و 4 بعد از ظهر شنبه لطف کنین زنگ بزنید و من ببینم که داره پخش میشه در ایران و صدای قشنگتون رو بشنوم. خب یه پیام دیگه که میخوام براتون بگم، در زندگی یاد بگیریم، در زندگی یاد بگیریم با کسانی که ظاهراً احمق به نظر میان یا به نظر ما نادان به نظر میان بحث نکنیم، بگذاریم اونا در دنیای احمقانه خودشون راحت زندگی بکنن. چی کارشون داریم؟ با اونها نباید بحث کنیم و نباید بخوایم یه چیزی رو برای اونا عوض کنیم. یعنی یک بار شما میتونید نظرتون رو بدید ولی دیگه وقتی دیدید که نه قابل بحث نیستن بحث نکنید. با کسانی که وقی هستن، نادان هستن جدل نکنید، چون چیزی برای از دست دادن ندارن و واقعا زندگی شما رو میتونن تباه کنن. و چقدر مهمه که از حسودان دوری بکنیم، چون اگر دنیا رو هم به اونا تقدیم کنیم باز یک مسئله پیدا میکنن، یک عقده‌ای دارن، یک ناراحتی دارن که حسادت کنن. و چطوری باشه که حسادتشون رو تحریک نکنیم، حسادت دیگران رو تحریک نکنیم. و دیگه این که اگر مجبوریم و ناراحتیم که تنها هستیم، تنهایی رو به بودن در جمعی که به اون تعلق نداریم ترجیح بدیم. و یادمون باشه ما نمیتونیم به همه کمک بکنیم، همه نمیتونن به ما کمک کنن، همه چیزی رو نمیتونیم عوض کنیم، در واقع هیچ چیزی رو نمیتونیم عوض کنیم. و همه آدم ها شما رو دوست نخواهند داشت و شما نخواهید که دوستتون بدارن، و اینکه زمانی که شما میخواید دوستتون بدارن اونجاست که مسئله ایجاد میشه. بنابراین این فکر رو از مغزتون درایید که اگر بخواید بقیه رو راضی کنید خودتون ناراضی هستید. شما نیازی ندارید که بخواید بقیه آدم ها رو راضی بکنید. خب یک قطعه قشنگی میخوام نشونتون بدم راجب رضایت شخصی یک نفر و ما میتونیم در زندگیمون چگونه باشیم که از هر چیزی که داریم
راضی باشیم و نخواهیم چیزهای دیگه ای رو داشته باشیم که ما رو راضی نگه دارن. زندگی و رضایت و خوشبختی فقط دست خود ماست، دست دیگری نیستش. ما نمیتونیم دیگران رو اونجوری که ما میخوایم با ما رفتار کنن، نه، ما میتونیم اون کسی که هستیم باشیم و از زندگیمون لذت ببریم. همه چیز فقط دست خود ماست. خب I'm going to show something. It's about old man and راجب پیرمردیست که زندگی رو چگونه میبینه و به نظر من چقدر برای ما درس داره که ببینیم این پیرمرد زندگی رو چقدر زیبا میبینه. خب پیرمرد 92 ساله‌ای که سر و وضع مرتبی داشت در حال انتقال به خانه سالمندان بود و همسر 70 سالش به تازگی درگذشته بود و او مجبور بود خانه‌اش رو ترک کنه. پس از چند ساعت انتظار در سرسرای خانه سالمندان به او گفته شد که اتاقش حاضره و پیرمرد لبخندی بر زبان آورد. Thank you, go back to me. What happens is پیرمردی است که تنهاست و خانه است که خیلی دوست داشته و قرار شده ترک کنه، عزیزش رو از دست داده، ولی تصمیم گرفته نگاه دیگه ای تو زندگی داشته باشه. Okay, we're going to show this part. همینطور که عصا زنان به طرف آسانسور می رفت به او توضیح دادن که اتاقش خیلی کوچیکه و به جای پرده روی پنجره‌هاش کاغذ چسبوندند. پیرمرد درست مثل بچه‌ای که اسباب بازی تازه به او داده باشن با شوق و اشتیاق فراوان گفت خیلی دوستش دارم. به او گفتم ولی شما هنوز اتاقتون رو ندیدین، چند لحظه صبر کنین، الان میرسیم. Yes, go back please. چیزی که داره اتفاق میفته، تصمیمش رو گرفته بوده که این اتاق هر جوری هست، این خانه سالمندان هر جوری هست، خانه بهبودی هر جوری هست دوستش داشته باشه. ما نگاه کنیم ببینین در روابطمون چطوری هستیم. فرزندمون میخواد ازدواج کنه، قبل از هر چیز ما آمادیم بگیم نه، اشکال داره، دوستش ندارم، اینجوری باید باشه، اونجوری باشه. یه کاری رو میخواییم بگیریم، داریم با اکراه میریم، شاید مطابق میلم نباشه. یه کسی رو ما آشنا میشیم باش، اصلا میگیم انرژیشو من نمیگیرم، از دور داریم قضاوتش میکنیم و اونجاست که این قضاوتهای ما واقعا زندگی ما رو نابود میکنن و خودمون رو نابود میکنیم. خب برگردیم به داستان پیرمرد. Let's show this part again. او گفت به دیدن و ندیدن من ربطی نداره. شاید چیزیست که من از پیش انتخاب کردم. شادی چیزیست که من از پیش انتخاب کردم. اینکه اتاقم رو دوست داشته باشم یا نداشته باشم به مبلمان و دکور و وسایل دیگه اصلا ربطی نداره. بلکه به این بستگی داره که تصمیم بگیرم چگونه به اون نگاه کنم. من پیش خودم تصمیم گرفتم که اتاق رو دوست داشته باشم. این تصمیمیست که هر روز صبح که از خواب بیدار میشم میگیرم. Thank you very much. چیزی که داره اتفاق میفته این نگاهیست که ما به زندگی داریم. تصمیم میگیریم نگرشمونو عوض کنیم. الو؟ بفرمایید. بله خب فکر کردم برای ماست ولی اونجا جواب میدن. خب قسمت بعدی رو نشون میدیم. We can show the second part. من در زندگیم من دو کار میتونم بکنم. یکی اینکه تمام روز رو تو رخت خواب بمونم و مشکلات رو و مسائل قسمت‌های مختلف زندگیم رو ببینم، در بدن دردم رو ببینم، سر دردم رو ببینم، حال بدم رو ببینم، چیزایی که دیگه کار نمی‌کنه رو ببینم، بشمرم، یا اون که از جا برخیزم و به خاطر اون قسمت‌هایی که هنوز درست کار می‌کنه شکرگزار باشم و دوست داشته باشم. ممنونم. Thank you very much. So what do you do?
go back to me. So, oh, okay, I didn't know. Thank you very much. Thank you. Thank you. You're right. پس من نگاه میکنم که نگاهی که من تو زندگی دارم چگونه است، که نگرش منه، فقط نگرش منه تو زندگی، اون چیزی که داریم. اگر الان پاشدم از زمین و آسمون دارم عیب و ایراد میگیرم، چرا پسرم اینجوری کرد، چرا دخترم اینجوری کرد، چرا اینجوری کرد، قراره تا زمانی که آسیب به من نزنن، آزار روحی روانی و فیزیکی به من ندن، من بپذیرمشون. ولی زمانی که بی احترامی میکنن، زمانی که حق و حقوق من رو میگیرن، قرار نپذیرم و اشتباه رو نکنم و همون رو، اون همون کفش کهنه رو بپوشم. اشتباه دوباره. بله، من بر نداشتم، قطع شد، برداشتم، قطع شد. خب دوباره زنگ بزنید عزیزان، اگر زنگ میزنید گوشی رو نگه دارید لطفاً، چون تا من صحبتم تموم شه قطع میکنید نمیتونم بگیرمتون. خب So we going to show this part again. هر روز هدیه ایست که به من داده میشه، پیرمرد خیلی قشنگ گفت، و من تا وقتی که بتونم چشمانم رو باز کنم بر روی روز جدید و تمام خاطرات خوشی که در طول زندگیم داشتم تمرکز خواهم کرد. 93 ساله. سن زیاد مثل یک حساب بانکی است. آنچه را که در طول زندگی ذخیره کرده باشید میتونید بعداً برداشت کنید. خب تلفن ها رو من برمیدارم از اینجا یا شما از اونجا امتحان میکنیم. جانم بفرمایید. سلام خانم دکتر نوروزی. سلام، حالتون چطوره؟ حالتون خوبه؟ خسته نباشید. ممنون از راهنماییاتون، برنامه بسیار بسیار خوب و آموزندتون. خیلی ممنون. بنده باشه. خانم دکتر، من خواستم که مزاحم اوقاتتون بشم. گذشته زیاد خوبی نداشتم. بعد خواستم که از زندگیم جدا بشم، شدم. یک کمی آرامش داشتم، ولی بعدش خدا یکی از جوونامو ازم گرفت و الان 9 ساله که از اون موضوع میگذره. من هنوز نتونستم ایشونو فراموش کنم، همیشه در همه حال با همه، و الان شاید حدود 2-3 سالی هم هستش که دائم با خودم صحبت میکنم، چه تنها باشم چه کسی با هم باشه، تو مغز من این گذشته هی مرور میکنه و منو یاد گذشته میندازه و خیلی فکرهای منفی میاد سراغم. مسلمه. از شما خواهش کنم که منو یه راهنمایی بکنین که بله، شما گوشی رو نگه دارید. وقتی که از همسرتون جدا شدید کی بود؟ تقریبا 10 سال پیش. 10 سال پیش. و متاسفانه 9 ساله که یک سال بعدش فرزند عزیزتون بله. رو از دست دادید. متاسفم. چند سالش بود این فرزند عزیز؟ 24 سال. متاسفم. در چطوری بود که از دست دادین؟ یه حادثه بودش. تصادف بود در واقع. بله. چقدر متاسفم، چقدر دردناک. آیا شما با همسرتون بعد از اینکه این ماجرا اتفاق افتاد رابطه ایجاد کردید، همدیگر رو دیدید یا نه؟ برای زندگی نه، ولی زد و برخوردی توی خیابون ایشون رو 2-3 بار دیدم. بله. و آیا ایشون تنها فرزند شما بود؟ نه، من 2 دختر دارم، 2 پسر که یکیشون به رحمت خدا رفت، الان 3 فرزند دارم. 2 دخترام ازدواج کردن، هر کدوم 3 فرزند دارن. پسرم هم که همینجا کالیفرنیا با خودم زندگی میکنه 27 سالشه که بچه آخرمه. خب خدا رو شکر که اقلن 3 فرزند دیگه ای دارید. ولی چیزی که میخوام خدمتون بگم، مسلماً درد اون فراموش نخواهد شد. نمیدونم باورهای دینی شما چیه. میدونین البته باید یادمون باشه پیش از هر چیز آگاه باشیم که پس از درگذشت عزیزان بروز این عواطفی مثل غم، اندوه، احساس تنهایی، بی کسی،
ترس، وحشت و خشم، عصبانیت کاملا طبیعی است. گریه کردن هم هرگز نباید از یاد ببرید که خب هست و فقط شروع یک روند طبیعی هستش. ولی وقتی که بعد از 10 سال شما هنوز بیتاب هستید از این موضوع یا یکم آرومتر شدید ولی بایتون هست، فکرش بایتون هست؟ نه فکرش با هم هست، بیتابیم بیشتر میشه، ولی به خاطر این یکی پسرم خودداری میکنم، ولی از درون واقعا داغونم و هیچ وقت رابطه‌ای رو که با اون پسرم داشتم نمیتونم با این یکی برقرار کنم، برای اینکه اون فقط بچم نبود، همه کسم بود، وجودم بود، عشقم بود، شوهرم بود، هرچی که شما اسمشو میذارین برای من بودش. ما واقعا توی فامیل میگفتن شما دوتا مادر و فرزند نیستی، لیلی و مجنونی. خب این خیلی غلط بوده قربون شکلتون برم، چون اگر فرزند من مانند همسرم باشه و لیلی و مجنون باشه، این مسئله عاطفی که از زمانهای کودکی میتونه شکل گرفته باشه، شما باید اونو حل کنید، شما باید زیربنا رو حل کنید. ما قراره با بچه هامون یک رابطه عاشقانه صمیمانه مادرانه داشته باشیم، متوجه هستید؟ و وقتی که شما رابطتون غیر از این بوده، پس قراره اول این مسئله رو حل بکنید. و این ببخشید خانم دکتر، من نمیدونم شما چجوری استنباط کردین، ولی منظور من نه من استنباط کردم که عاشقانه هم دیگه همه کس هم بودین، هیچ استنباطی من نکردم که بله عاشقانه یعنی مادر و پسر، من متوجه هستم عاشقانه، ولی وقتی که ما پسرمون رو جای مثلا برادرمون میگذاریم، میدونی چی میگم، پسرمون رو جای پدرمون میگذاریم، اون رابطه دیگه اون رابطه مادر و پسری نیست، رابطه اون عواطفی که من با برادرم کودکی داشتم، عواطفی که من با پدرم کودکی داشتم، کم و زیادی اون رابطه، آسیب‌های اون رابطه، اون عشق‌های فراوان، دیگه عشق دیوانه‌وار میشه، همچون که دارین میگین لیلی و مجنون میشه. این من میفهممتون، من اصلا این فکر دیگه ای ندارم جز همین که شما دارید میگید. فکر متوجه هستید؟ بله بله. آره نازنینم من متوجه هستم، ولی اونجایی که ما کسی رو، خب مثلا پسر ما میتونه بعد از فوت شوهر ما برفرض در مورد من خیلی کارهای من انجام بده، ولی من انقدر مواظب هستم که این رابطه فقط مادر و پسری باشه و چیز دیگه ای نباشه، که اون رول دیگه ای اگر تو زندگی من پیدا بکنه دیگه یه وابستگی دیگه ای به وجود میاد، متوجه هستین؟ بله. به خاطر نیازها، به خاطر مسائلی که هست، یه رابطه عاشقانه تر متفاوتی به وجود میاد. برای همین باید ما روابط رو تقسیم بندی کنیم، این رابطه من با پسرمه. پس وقتی این رابطه بوده، شما الان میتونید برای اینکه به آرامش برسید و اون غم و اندوه رو کمتر بکنید، یه مقدار باید با پسر دیگتون و با بچه های دیگتون رابطه نزدیکتر داشته باشید و اونها هم این فرصت رو بهشون بدین که میتونن به خوبی او باشن، متوجه اید؟ شمایید که باید این فرصت رو بدید. بله. و مراحل سوگواری قراره در حدود همون 6 ماه تا 1 سال، این 4 مرحله رو که بهتون میگم، برای بقیه هم دارم میگم، حل بشه. اول انکار واقعیته، که امیدوارم شما اونجا گیر نکرده باشید. اولین مرحله در سوگواری انکار واقعیته. شخص در این مرحله نمیتونه باور کنه که چه اتفاقی افتاده و این مرحله شاید به عنوان یک نوع دفاع شخصی، دفنس مکانیزم، که در چنین موقعیتی قرار گرفته و این مرحله کاملا طبیعیه، ولی مادرها میگن برای من نیست. میز غذا میگذارن، تختشو درست میکنن، اتاقشو درست میکنن و اصلا باورشون نمیشه که هنوز رفته. آیا شما از اون مرحله گذشتید نازنینم؟ من واقعیت‌ها رو قبول دارم، ولی اینی که نمیتونم از خودم جداش کنم، این برام خیلی مهمه. و من تا سال پیش یه دونه لباساشو داشتم که هر موقع احساس دلتنگی میکردم یا هر موقع میخواستم برم بخوابم، میرفتم اون لباسو
بو میکردم و مسواکشم پارسال داشتم ولی جون دلم مسواکشم گذاشتم. جون دلم خیلی دردناکه. 5 دقیقه فرصت داریم سریع بهتون میگم نازنینم، اب نداره که لباسشو داشتید. کاری که میخواید بکنید نخواهید از شما جدا شه. زمانی که من میخوام یه چیزی از من جدا شه بیشتر به من میچسبه نازنینم عزیز دلم. با شما باشه، یاد گلش باشه، اون به کمال رسید، او به جایی رسید که باید میرسید. انقدر پسر خوب و مهربان و درجه یکی بود که به جای دیگه رسید. اگر شما روی ایمانتونم کار کنید که دوباره شما به اون میپیوندید، متوجه هستید؟ بله. دوباره شما اون رو میبینید و براش نامه بنویسید و از یک مقدار از مراحل سوگواری عصبانیت که برای بقیه دارم میگم، اول انکار، بعد عصبانیت، یه واکنش طبیعیه که ما داریم و ناراحت میشیم، اونها رو هم بپذیرید، کم کم حالت تدافعی نداشته باشید و صحبت کردن با روانشناس، با همکاران، با بچه های دیگه راجبش صحبت کنید، ویدیوشو بگذارید، عکساشو بذارید، نگاه کنید، قایم نکنید، براش بنویسید. نه، من همیشه با هم همه زنده بودنش، شاد بودنش، عکساش، ویدیوش همیشه با همه. عالیه، عالیه. و بعد مرحله سوم جر و بحثه که سومین مرحله از مراحل سوگواری هست که برای دیگران هم دارم میگم. این فعالیتی است که جهت به تعویق انداختن واقعیت مرگ به کار میره، دوباره دفنس مکانیزم، مکانیزم دفاعی، و در صورت برخورد با چنین افرادی سعی کنید جملات صادقانه و مفید با دیگران صحبت بکنید، قشنگ راجبش حرف بزنید و حتما 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 مشاوره بگیرید. الان شما هنوز حلش نکردید. افسردگی 4 مرحله سوگواریه که من فکر کنم شما هنوز تو اونجا موندین. غمگین بودن، ناامید بودن، و با خودم شروع کردم صحبت کردن، ابسشن گرفتن، حالت وسواس گرفتن، تمام اینهاست که شما با چند جلسه روانشناسی نازنینم میتونید پذیرش داشته باشید، میتونید پذیرش داشته باشید. و اگر رو ایمانتونم کار کنید و این چندین کتاب هست که میتونید بخونید در رابطه با مرگ عزیزان که من معرفی خواهم کرد، انسان روح هست نه جسد، و کتاب های سرنوشت روح، کتاب های خیلی زیادی هست. کتاب خوندین حتما؟ نه؟ بله من کتاب میخونم، الانم سعی میکنم که شبا باز یه مقدار کتاب بخونم. بله کتاب های در رابطه با مرگ، اگر خواستی به آفیس من زنگ بزنید، کتاب های بسیار زیادی رو میتونم بهتون معرفی کنم. یادتون باشه مرگ مجازات نیست. خب شخصی از چرخه زندگی ما رفته بیرون، انتظار نداشته باشیم که برای پایان غم و اندوه خودمون فوری زمان بدیم، مهلت لازم داره. پیشنهاد من اینه کارهای داوطلبانه انجام بدید، با بچه های دیگه یک رابطه عاشقانه و صمیمانه ایجاد بکنید، و چند تا کتاب راجع به مرگ براتون پیشنهاد خواهم کرد، به غیر از سرنوشت روح و این کتاب انسان روح هست نه جسد که واقعا کمکتون میکنه. کتاب گفتگو با خدا هم کمکتون میکنه نازنین گلم. ممنون از راهنماییتون. اگر اجازه بدین من هفته دیگه هم باز مزاحم حتما بشم، یه چند تا سوال دارم. حتما در خدمتتون هستم نازنینم، خداوند حتما تماس میگیرم میام خدمتتون. خواهش میکنم، صبر برایتون میخوام از خداوند بزرگ. تشکر میکنم، خدا عزیزم شما رو به شما ببخشه. جونم. خدا نگهدار. باشه. متاسفم با این قسمت دارم تموم میکنم، ولی متاسفم نیست، او زندگی دیگه‌ای داره و مجازاتی نیست. عزیزانتون جای دیگه هستن، باورهایی که شما دارید میتونه بهتون کمک کنه که از خشم و عصبانیت رها بشید و این رو بپذیرید. زمان لازم دارید، سرگرمی لازم دارید، کار لازم دارید، دوست لازم دارید و روانشناس لازم دارید. به خدا نگهدار. Thank you very much and we're done. All right, thank you Alf, thank you Reza, thank you Ali. Yes, thank you very much. با سلام، من دکتر شیرین نوروی خوشحالم به اطلاع شما برسونم که هر سه شنبه 11 بامداد میتونید بیننده برنامه روانشناسی من در رویال تایم تیوی باشید. هر هفته با موضوع جدید روانشناسی در خدمتون هستم و شما میتونید تماس بگیرید، موضوعی که در رابطه با خودتون، اطرافیانتون، همسرتون، فرزندانتون، عزیزانتون دارید پرسش کنید. هر سه شنبه 11 بامداد در خدمت شما هستم.
دکتر شیرین نوروی دارای برد تخصصی در روانشناسی بالینی با گشودن دریچه امید با آنان که تنها نظاره‌گر خوشبختی هستند امکان می‌دهد تا آرامش روان و زمزمه خوشبختی را تجربه کنند. برای مشاوره حضوری و تلفنی، حل مشکلات خانواده، فرزندان، زناشویی و فردی، آزمون‌های روانشناسی، درمان عدم تمرکز و اختلالات یادگیری، روش برخورد با عصبانیت، استراب و بحران‌های روانی، ترس‌ها و نگرانی‌ها، اصول پرورش کودکان و نوجوانان، تقویت اعتماد به نفس، مشاوره قبل از ازدواج با دکتر شیرین نوروی با تلفن 818-344-6818 تماس حاصل فرمایید. دکتر شیرین نوروی همچنین آثاری را منتشر نمودند که عبارتند از تعلیف کتاب چگونه مادر و پدر موثری باشیم، ترجمه کتاب یک سبد عشق، شناخت مردان، چراغ دل شوهرت را روشن کن، چراغ دل زنت را روشن کن، از کودکان بیاموزیم و نیز هر چه نیاز داشتم بدانم در کودکستان آموختم. همچنین تهیه سیدی چگونه پدر و مادر موثری باشیم، چگونه رفتار مناسب با فرزندان خود داشته باشیم، چگونه همسر خود را انتخاب کنیم و چگونه رفتار مناسب با همسر خود داشته باشیم و همچنین سه محصول جدید با عنوان چگونه با خرد درونی خود به آرامش برسیم، چگونه به وزن ایدئال برسیم و چگونه با سالمندانمان رفتار مناسب داشته باشیم. برای تهیه آثار دکتر شیرین نوروی در آمریکا و سایر کشورها با شماره تلفن 201-818-34-46-818 تماس حاصل فرمایید و یا به وبسایت nuravi.com مراجعه فرمایید. اگر از سرنوشت املاک خود در ایران اطلاعی ندارید با ما تماس 818-642-72-82 949-923-93-97 پذیرش کلیه دعاوی در ایران بهرام کیهانی و شکوفه امین سال نو را به شما تبریک. درود گرم من رو بپذیرید، امیدوارم خوب باشید و بیننده برنامه ما. این برنامه روزهای سه شنبه 11 صبح پخش میشه به طور زنده و بعد شما در شنبه 5 بعد از ظهر و 10:30 صبح در ایران و 4 بعد از ظهر شنبه پخش میشه. پرسشی دارید در رابطه با خودتون عزیزانتون زنگ بزنید، در خدمتون هستم و حتما راجع به موضوعهای مختلف با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. اولین موضوعی که میخواستم امروز با شما صحبت کنم چند تکنیک هستش که برای آشتی با اطرافیان، زمانی که خدای نکرده اختلافی پیش میاد و مسئله پیش میاد، چگونه شما بتونید یک رابطه خوبی رو به وجود بیارید. و شما اگر پرسشی دارید در رابطه با مسائلی که با اطرافیانتون دارید و اینکه نمیدونید چگونه یک رابطه رو درست بکنید، با هم صحبت خواهیم کرد. بعد از اینکه در جر و بحث ناخواسته با همسر خودتون، حالا بیشتر میگم، قرار گرفتید، چند تا توصیه به شما ارائه میکنم که میتونید یاد بگیرید سریعتر آشتی کنید و به آرامش برسید. این خیلی مهمه. شما باید بدونید که این قضیه رو باید بپذیرید که اولا خیلی از دعواهای زن و شوهرها تکراری هستن، اینو باید بدونید. و بعدم باید بدونید که یه مقدار دعوا و یک به دو در یک زندگی طبیعیه، ولی به صورتی که به حالت بحث و دعوا و بی احترامی نشه. ببینید، وقتی احترام توی یک رابطه هست عشق زیاد میشه، ولی زمانی که در یک رابطه احترام از بین بره، عشقم از بین میره. بنابراین فواستون باشه که در یک لحظه‌ای که شده با همسرتون، با مادرتون، با پدرتون، با اطرافیانتون، وقتی یک به دو داره پیش میاد و مخالف هم دیگه هستید، بسیار مهمه که شروع نکنید که کنترلتون از دست بدید و ندونید که چی دارید میگید. خارج از کنترل خودتون حرفی نزنید و تمام زندگی مبارزه با نفسه. من چگونه بتونم با خودم مبارزه بکنم؟
همه ما در زمان و مکانهای مختلف ممکنه رفتارهای متفاوتی از خودمون نشون بدیم، اما وقتی به نظر میرسه بحث و دعوا جز این که باعث انزجار و لطمه زدن رابطه نمیشه، چیزی رو هم حل نمی کنه، اونجاست که شما قرار یاد بگیرید به رابطتون صدمه نزنید. این یه مقداری مخالف هم بودن اصلا مسئله ای نداره. من و شما، شما و همسرت، من و فرزندانم، من و شما و اطرافیانتون لازم نیستش که مثل هم فکر کنید، اصلا قرار نیست مثل هم باشید، قرار متفاوت باشید، ولی چیزی که اتفاق میفته قرار نیست که سر هر موضوع کوچیکی به هم دیگه بند کنید. خب پس هدف داریم که میخواییم در خونه صلح باشه، آشتی باشه، و یاد بگیرید که بفهمید واقعا سر چه چیزی شما بحث میکنید با یک دیگه و دیدگاه متضادتون و متضاد خودتون رو با دیگری رو بشناسید. من با این شخص گفتم، یا همسر، فرزند، همکار، رئیس، همسایه، هر کس، چه چیز متضادی دارم، چیه مخالف هم هستیم، از چی هم زجر میبریم. بعد میتونم بهتون چند تا تکنیک بدم. اگر میخواید زنگ بزنید که من این چند تکنیک رو به شما یاد بدم و بگید که شما بگید با چه کسی چه اختلافی دارید، با چه کسی چه اختلافی دارید، و این تکنیک ها به تنهایی میتونه به شما کمک کنه، به شما کمک کنه که چگونه با فقط و فقط خود شما چگونه وقتی آگاه میشید میتونید این مسائل رو حل کنید. خب چون در ایران پخش میشه، عرض کنم که برای تهیه کتاب ها و سی دی های من میتونید به شماره 0912-578-1366 0912-578-1366 زنگ بزنید و کتاب های زیادی من دارم که لیستش هم در این برنامه نشون خواهم داد اگر الان بتونم، و شما میتونید تهیه بکنید و حتما به طریق پیک برای شما این کتاب ها رو میارن و خیلی راحت هستش که شما اینها رو بتونید بگیرید. تمام مسئله اینه که ما یاد بگیریم کتاب خون بشیم. این خیلی مسئله مزرگیه. Can you show this؟ روانشناسی بالینی و فوق تخصص در سنجش‌های علمی و روانی از آمریکا با تهیه برنامه رادیویی و تلویزیونی به نام دریچه امید چگونگی. متاسفم که من نتونستم این رو نشون بدم. Let me show it again. Okay, I'm gonna show it again. Yes, go ahead. دکتر شیرین نوروی، دکترای روانشناسی بالینی و فوق تخصص در سنجش‌های علمی و روانی از آمریکا با تهیه برنامه رادیویی و تلویزیونی به نام دریچه امید چگونگی بهبود یافتن و درمان زخم‌ها و دردهای روانی موجود در خانواده‌ها و جامعه ایرانی را آموزش و مشاوره می‌دهد. دکتر نوروی در همین راستا سمینارهای متعددی در کشورهای ایران، امارات متحده عربی، کانادا، اروپا و آمریکا برگزار نموده است و در همین راستا آثاری را منتشر نمودند که عبارتند از تألیف کتاب چگونه مادر و پدر موثری باشیم، ترجمه کتاب یک سبد عشق، شناخت مردان، چراغ دل شوهرت را روشن کن، چراغ دل زنت را روشن کن، از کودکان بیاموزیم و نیز هر چه نیاز داشتم بدانم در کودکستان آموختم. همچنین تهیه سیدی چگونه مادر و پدر موثری باشیم، چگونه رفتار مناسب با فرزندان خود داشته باشیم، چگونه همسر خود را انتخاب کنیم و چگونه رفتار مناسب با همسر خود داشته باشیم، و همچنین 4 محصول جدید با عنوان
چگونه با خرد درونی خود به آرامش برسیم؟ چگونه عشق را به زندگی مشترکمان به ارمغان بیاوریم؟ چگونه به وزن ایدئال برسیم؟ و چگونه با سالمندانمان رفتار مناسب داشته باشیم؟ برای تهیه آثار دکتر شیرین نوروی در ایران با شماره های 0912-578-1366 و یا 0919-705-2548 و در آمریکا و سایر کشورها با شماره 201-818-34-46-818 تماس حاصل فرمایید و یا به وبسایت nuravi.com مراجعه فرمایید. Thank you. Thank you very much. So I could show this. برای همین که اگر شما میخواید کتاب ها رو تهیه کنید دوباره 0912-578-1366. خب خطا رو جواب میدیم به ترتیبی که روشن شده. جانم بفرمایید. سلام عرض کنم خانم دکتر، روزتون بخیر. روز شما بخیر. حال من یه سوالی داشتم از خدمتتون و مطمئنم که شما به اساس تجربه که دارین میتونین به من کمک بکنین. من همسرم خیلی قلب خوب و مهربونی داره، خیلی با محبته، ولی من یه جوری هستم دلم میخواد که همسرم همیشه به من محبتش رو ابراز بکنه، ولی هیچ وقت به بیان روی زبون جاری نمیشه. ولی من میدونم که منو دوست داره، بچه‌هاشو دوست داره. چرا؟ به خاطر اینه که اگه مثلا من دلم میخواد برم ایران برام این کارو انجام میده، دلم بخواد مثلا بخوام برم کالیفرنیا میگه بعد این کارو انجام میدم، ولی دلم میخواد که به زبون بیاره یا یه ذره به صدا احساساتی برخورد بکنه، ولی متاسفانه به این شکل نیست. بعد من دیدم شما داشتین اول میگفتین که اگه میخواین که با همسرتون نزدیک بشین یا اگر که خدایی نکرده مسئله‌ای داری چند تا ترفند دارید. من ترفندم از شما اینه که میخوام به من یاد بدین که چجوری میتونم اون چیزی که میخوام همسرم باشه، اون چیزی که دلم میخواد همسرم با من همراه باشه. حالا اگه سوال سختیه. نه سوال سخت. اگه آسونه این جواب از شما بگیرم. نه نگه دارین. چند سال ازدواج کردین؟ من الان نزدیک 12 سال خورده ایه. کمتر 13 سال میتونه باشه. خب 13 ساله با هم ازدواج کردید. بله. و به طور کلی دو تا فرزند دارم. یه پسر خوشگل به نام امیررضا دارم. 10 سال خورده ایشه. یه دختر خوشگل به نام ماهان دارم. بله. مبارک باشه. به سلامتی. من 1 سال خورده ایشه. به سلامتی. آها مثلا خانم دکتر، چیزی که لازمه به شما بگم اینه که یکی از مسائلی که بین من و همسرم بود جزء اختلافم بود، همسرم میگفت علت این که بچه دار نمیشی چیه؟ برای چی بچه دار نمیشی؟ من گفتم دلم میخواد برم درس بخونم، دلم میخواد برم یه ذره توی محیط. بعد میگفتش که نه، من دلم میخواد که بچه دارشی. من حتی حرفشو گوش کردم، هرچی که همسرم میگه من گوش میکنم. میگه این مدل لباس بپوش، میگم چش. مثلا با این رفت آمد نکن، میگم چش. نمیدونم با این طور برخورد بکن، میگم چش. بچه دارشو، میگم چش. هر چیزی که اونم میخواد بزنینم بگم. خانم دکتر واقعا باش همراه هستم، دلم میخواست که اونم روی خط می بود و میگفت که واقعا درست میگه خانم من، هرچی که من میگم میگه چش. چرا؟ چون زندگیمو دوست دارم، چون شوهرم و خانواده شوهرم و بچهای گلم رو دوست دارم و دلم میخواد که این زندگی رو سوق بدم به جلو. دلم میخواد که محکمش بکنم، نه اینکه سرس بشه. و متاسفانه به خاطر اتفاقاتی که توی یکی دو ماه گذشته مامان جوونم از دست دادم و 9 ماه پیش برادر جوونم از دست دادم، اینه که من یه مقدار حساسم خانم دکتر شدم. با کوچکترین چیزی ناراحت میشم، منزوی میشم، گریه میکنم، میگم چرا مثلا همسرم به من این حرف رو زد. میشم همش خودم رو میخورم. یعنی واقعا نمیدونم چی کار باید بکنم. متوجه هستم، چون شما دو عزیز رو از دست دادید و الان نیاز به محبت دارید. دقیقا، یعنی دو برابر محبت احتیاج دارم. ولی متاسفانه شوهرم به خاطر بیزینسی که داره، میام قلب بسیار خوبی داره، مهربونه، ولی نمیتونم بهش بیام مثلا اونطور که من میخوام. دلم میخواد تو باشی، ولی متاسفانه تا این لحظه به این شکل نبوده. یعنی بیان نمیکنه، یعنی به زبون جاری نمیکنه. متوجه هستم. و شما مدل خودت میخوای؟ درسته خانم دکتر، درسته. اوکی. من یکی از کتابایی که اینجا دارم اگر بتونم گیرش بیارم اینجا داشته باشم، یک سبد عشق ندارم.
بله دارم، یک سبد عشق، این رو براتون ترجمه بله. کردم، میخونم. لو بوسکالیا گفته: بزرگترین عشق عشقی است که همه چیز میده و در ازای اون، در برابر اون، ازای اون هیچ چیز نمیخواد. هر عاشقی در آرزو و حتی بیتاب دریافت پاسخی از معشوقه، اما عاشق واقعی در عین این اشتیاق هرگز چیزی طلب نمی کنه، هیچ چیز به جز مجوز ماندن و تداوم حضور. این نابترین شکل عشقه و لذت بخشترین اون، زیرا عشقی که این چنین هست هرگز نمیتونه تلخ و دردناک باشه. دردناکی عشق از همون زمانی آغاز میشه که توقع آغاز میشه. ببینید، شما یک زن نمونه‌ای هستید، شما تمام عشق و محبت و خوبیتون رو انتقال دادید به همسرتون و او در بی‌نظیر بودن شما شکی نداره، ولی متاسفانه خیلی از مردهای ما، مردهای ایرانی عزیز دل من، عادت نکردند که عشقشون رو به زبون بیارن، بلد نیستن بگن. عشق یک فعله و باید یاد بگیرن، ولی اگر مدل دیگه داره به شما عشق رو میده، شما وجدانتون رو در نظر بگیرید، شما نگاه کنید ببینید که داره مدل دیگه عشق رو نشون میده، داره توجه رو میکنه تا جایی که میتونه، تا جایی که میتونه. بله، چون شما الان نیاز به محبت. دقیقا خانم دکتر، دقیقا همینطوره. بله. خب پس شما قراره چیکار کنید؟ قراره به جایی که او رو مجبور کنید اینجوری با من باش، رو خودت کار بکن، خودت رو قراره عوض بکنی و انتظار دیگه ای نداشته باشی. البته میشه آموخت، میشه به عزیزان آموخت که من دوست دارم مثلا بر فرض هفته یک شب من و شما با هم دیگه بریم بیرون. خانم دکتر این حرفام زدم، حرفای خیلی زدم زدم، ولی شوهرم میگه که مثلا به شوخی میگه سنش هم جوونه و بعد به شوخی میگه من سنی نداره، 47-8 سال، شاید کمتر، 50 سال این طوره داره کمتر، ولی مثلا میگه که فکر میکنی ما 100 سالمونه، ما دیگه دختر دوست و خد و سر که نیستیم، ما دیگه تشکیل زندگی دادیم، مثلا بهش میگم بیاییم با هم دیگه بریم این ور بریم اون ور، ولی مثلا بیشتر بنده خود بیشتر درگیر بیزینس، ناگفته نمونه، نمیگم که میتونه ولی از من بچه ها دریغ میکنه، نه واقعا نمیتونه، بیزینس داره از نظر تفریح و اینا، ولی از نظر بیانی هم متاسفانه یه ذره خسیسه، یه ذره زبون نمیاره. ولی الان شما خانم دکتر گفتیم من باید رو خودم کار کنم، اگه میشه به هم بگیم باید چی کار کنم تا از این حالت در بیام، یه ذره دوباره مثل قدیم، یه ذره فرش باشم، یه ذره شادابتر باشم، یا یه ذره با خودم با واقعیت ها کنار بیام. حتما، اولا شما حتما باید یه مشاوره بگیرید. بله. به خاطر از دست دادن این عزیزان خیلی حساس. بله. شدید، هورمون ها چنج شده، حالت نپذیرفتن ماجرا، اول انکار، بعد خشم و عصبانیت، بعد جر و بحث، و بعد تازه افسردگی، و بعد پذیرش. پس بعد روی این موضوع حتما کار بکنید، و این نیروهای، این عواملی هستن که حال هوای شما رو بدتر کردن ناگهانی. و بعد نگاه کنید، یکی کتابی رو من معرفی میکنم و اگه دوست داشتید بگیرید، کتاب شناخت مردان هست که غلبه مردان بر ترس از صمیمیت، استیو نایفه و گریگوری وایت اسمیت نوشتن و من و خانم ارژنگ ترجمه کردیم. اینقدر جواب سوالهای خانمها رو این کتاب میده و حتی برای مردها فوق‌العاده خوبه، یعنی خودشون رو میشناسن، میبینن که زنها چه میخوان. میخوام با من حرف بزنه، آیا صخره با موج حرف میزنه؟ حرف دلت رو با من بزن، کودک درون من رو بشناس. مردان خیشتندار چجوری هستن، چقدر ترس از سقوط دارن، چقدر فرهنگ مردانگی در تضاد با صمیمیت هستش، چگونگی تفاوت مرد و زن رو در این کتاب نشون داده شده، و افسانه های هورمون های مردانه، افسانه نانآور خانواده. ایشون میرن و کار میکنن و زحمت میکشن، ولی افسانه دلداری اروپایی. من یک زنی هستم که
در خونه هستم، تو رم دوست دارم، تو رم میپرستم، همه کارم کردم، ولی از تو توجه میخوام، از تو میخوام بیشتر با من وقت بگذاری. دقیقاً همینطور، همین خواسته منه. دقیقاً. با من بچه‌ها وقت بذاره. دقیقاً. اونجاست که مرد میگه بچگی نکن، مگه ما چند سالمونه؟ مگه ما 18 سالمونه؟ بعد اونق نباش، مثل بچه بهانه گیر نباش، لجباز نباش، و یا مثل یه والده، یه والد. ما یا مثل کودک ممکنه زن یا مرد بشه، یا مثل یه والد انتقادگر، دائما بد اخلاقی، منت بگذاره، من این کارو کردم، من بچه‌ها رو نگه داشتم، من زندگی رو نگه داشتم، و انتقاد بکنیم از زندگیمون، از طرفمون سرزنشش کنیم. این تکنیکایی است که دارم میگم که نباید بکنیم. یک فرد بزرگسال مچور بالغ آرومه، روی تمام مسائل تمرکز میکنه، گوش میده و مذاکره میکنه، و به شوهری که میگه که نه مگه ما 18 سالمونه، میگه آره چرا که نه، ما 20 سالمون بوده ازدواج کردیم، 25 سالمون بوده ازدواج کردیم، ما میتونیم هفته یک شب یا 15 یک شب با هم دیگه بریم بیرون و یک رابطه عاشقانه و صمیمانه خارج از خونه داشته باشیم، ما میتونیم با هم دیگه بریم بشینیم یه چایی بخوریم، یه قهوه بخوریم و راجع به احساساتمون صحبت کنیم. متوجه هستید؟ احساسات شما تحت تأثیر زندگی شماست، و اگر شما عصبانی هستید باید به او راحت بگید من از این ناراحتم که تو این توجه رو به من نمیدی، و من نیاز دارم که تو این توجه رو به من بدی، من از تو میخوام. ولی یادمون باشه مردها با زنها از زنان خیلی متفاوت هستن، نگاهشون متفاوت هستش. بعضی وقتا وقتی بهشون میگید من اینجوری میخوام باشی، فکر میکنن داری کنترل میکنی، داری لجبازی میکنی. یه تکنیکی که من به بانوان یاد میدم اینه که خودتون ابراز عشق کنید، خودتون عشق رو نشون بدید. شما چجوری عشقتون رو نشون میدید به غیر از این کارهایی که کردید؟ به این کارهایی که گفتید میکنید؟ من فکر میکنم که علاقه هم به همسرم اینطور نشون میدم خانم دکتر، که هرچی که اون میگه گوش میکنم، نمیخوام باش لجبازی کنم، چون میدونم لجبازی چیزی رو پیش نمیبره، کاری رو من نمیتونم ببرم جلو. بعدم که علاقه هم فکر میکنم علاقه هم همین حرف گوش کردم به شوهرم، فقط اگه اون چیزی که اون میخواد لباسم پوشیده باشه، درستی که خود همسرم ده، من خانواده خودم خیلی به اصطلاح اوپرمایندن، زیاد مذهبی نیستن، ولی همسرم مذهبیه و من هم به خاطر اینه که با اون ازدواج کردم، هر چیزی که اون میخواد رعایت میکنم فقط به خاطر وجود خودش. و بعد اینه که فکر میکنم غذایی که دوست داشته باشه، اون لباسی که دوست داشته باشه، اون عکسی که اون دوست داشته باشه، اون محیط خونه دوست داشته باشه، من فکر میکنم با این، از این طریق فکر میکنم که محبتمو بهش رسوندم تا الان. رسوندین، کاملا رسوندین، انتقال دادید و او هم گرفته، برای همین سخت داره تلاش میکنه، کوشش میکنه برای شما و بچه ها. همسر شما یاد نگرفته تو خونه ای که بزرگ شده، با مادر و پدری که بزرگ شده، یاد نگرفته که چگونه عشقش رو بگه، درسته؟ درسته، توی موقع خودش هم میگه البته. چی میگه؟ بیشتر یه موقعی مثلا خودش که صحبت میشه میگه مثلا ما بیشتر درگیر درس و کار و اینا بودیم، ولی تو اینو بدون که مثلا من تو رو دوست دارم، بچه ها رو دوست دارم، ولی فقط به خاطر بیزینس و کاره که یه مقدار من مشغولم، فکرم. آره اینا هست، ولی هنوز استفاده کردن از واژه های دوستت دارم، چطوری، عزیزم، بیا بغلت کنم، داره خانم مثلا یه کاری میکنه، هیچ کدوم اینا رو نمیگه خانم دکتر، هیچ کدوم، با اینکه خیلی پسر خوبیه، ولی در این حال هیچ کدوم اینا رو اصلا بیان نمیکنه، یاد نگرفته. شاید فکر میکنه خانم دکتر من لوس میشم اگه بگه، نمیدونم، من نمیتونم ذهنشو بخونم. نه عزیزم، یاد نگرفته. یاد نگرفته. مادر پدرش چگونه هستن؟ خانواده‌شون چجوریه؟ پدرشون که خیلی آقای محترم بودن، به رحمت خدا رفتن. مامانشون هم خیلی خانم خوبه، اونم خیلی مذهبیه، اونم خیلی مؤمن و با خداست، و بعد اونم خوبه، ولی خب دیگه من نمیدونم داخل زندگی مادرشون نرفتم، ولی میدونم خیلی خانم مذهبی و اینهاست. بله، ولی یاد نگرفتن، زیاد داخل زندگیشون نبودن. بله، یاد نگرفتن. این کتاب رو من میخوام شما حتما بگیرید، شناخت مردان، و بخونید. به شماره تلفنی که میدم زنگ بزنید، قیمتش هم ارزونه، 900 خواهش میگم 0912 578
1366 حتما تلفن بگیرید و نظرتونم زنگ بزنید دوستان، کسایی که کتابای منو خوندید لطف کنید زنگ بزنید رو خط نظرتون رو بگید. حتما رو خواهم کرد. بله، من همین الان نگاه کردم که مردان چقدر میتونن خیشتندار باشن، برای شما اومد و منظوری ندارن اگر عشق ورزی رو نمیتونن نشونتون بدن زیاد، ولی در واقع اگر مردی درونگرا هست و زیاد صحبت نمیکنه، بدونید که هنوز شما رو میتونه دوست داشته باشه و داره، ولی بلد نیست، چیز دیگه یاد نگرفته. بعدم در خانواده های مذهبی کمتر شما میبینید که بیان با هم دیگه بگن عزیزم قربونت برم دوستت دارم عاشقتم، نمیکنن این کارا رو نمیکنن. بنابراین من نمیتونم کاری انجام بدم که شوهرم تغییر بکنه، یک انقلاب بزرگ صورت بگیره، من نمیتونم کاری بکنم، یعنی من باید با همیشه پیش برم، یعنی نمیتونم که اون چیزی که میخوام حداقل یه کوچولو باشه. چرا شما کاری که میتونید بکنید خودتون زبونی بهش بگید و بگید همینجور که من زبونی میگم دوست دارم تو بگی به من و احساساتتو کنترل نکن، با من باز باش، حرفتو بزن، اینجوری رابطمون خیلی قشنگتر و بهتر میشه. چرا میتونید اینو بهش بگید؟ ولی در نهایت بدونید دوستتون داره، زندگیتون خوبه و حتما با یک روانشناس در رابطه با غم از دست دادن عزیزانتون صحبت کنید. نازنینم تبریک میگم که انقدر همسر خوبی هستید. خانه هایی که زن و شوهر انقدر رابطهشون قشنگه، بدونید فرشته نگهبان هست و پرواز میکنه اونجا. مرسی. مرسی خانم دکتر، مرسی از فرمایش قشنگتون و ممنون از زمانی که به من دادید. قربان شما، خدا نگهدارتون. ما فقط 2 دقیقه وقت داریم. We only have 2 minutes. جانم بفرمایید. 2 دقیقه وقت داریم و قطع هم شد، اب نداره. یادتون باشه اولین سه شنبه، هر سه شنبه ما گروه بانوان رو داریم و دومین چهارشنبه ما هم دومین چهارشنبه نتورکینگ داریم که این بار خانم شکوفه امین مهمان ما هستن. به شماره 818-344-6818 زنگ بزنید. بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید خانم. سلام، حالتون چطوره جونم؟ ممنون، خوشحالم که با شما خواهم صحبت کنم. یه دوتا مشکل داشتم خانم دکتر. گل من الان وقت ما تموم شده عزیز دلم، یه مشکلتون رو سریع بگین. من بلند یه مشکلم بیشتر شوهرمی که مشروب زیاد میخوره. بله بله. بعدشم تو مهمانی که میریم یه بیگریه مشروب میخوره و حرکتهایی بعد موقع زننده ای میکنه. نمیدونم چطور باشه. بله من اینو سریع بهتون جواب میدم. چه کارهای زننده ای میکنه؟ یعنی او کارهایی که میکنه یکم با زنها شوخی زیاد میکنه. خب بسیار خوب. حرکتایی میکنه که من دوست ندارین. آیا شما میتونین بهشون بگی؟ من حرکتاش نمیدونم. حتما زشته. حالا مشروبه. حتما زشته. وقتی که مشروب میخوره رقیق‌تر میشه، راحت‌تر میشه. چندین مهمونی رو بگید با شما نمیرم، به خاطر اینکه مثل یک بچه عمل میکنی. نرید. اگر خواستید خودتون تنهایی برید نشینید تو خونه، ولی چون مشروب میخوری و این رفتار نامناسبو داری، نه تنها به شخصیت خودت داری توهین میکنی، چون با زنان داری صحبت میکنی و مسخره بازی در میاری، من دوست ندارم. ولی البته توهین نگیرید به خودتون، به شما توهین نیست، توهین به خودشه. در بعضی موارد مردان یا زنان وقتی مشروب میخورن جوکای نامناسب میگن، اونا دیگه به شما مربوط نیست، اون شخصیت خراب خودشونه که دارن نشون میدن. ولی در مورد یک رابطه زناشویی وقتی میبینید یا همچین چیزی تو مهمونی اتفاق میفته و مهمانی مثل زندان میشه براتون، نزنینم بگید من نمیام، من دوست داری تنهایی میری و دوستم ندارم این کارو بکنی، و اگر من بخوام یه همچین رفتار زشتی داشته باشم چقدر زشت میشه و من نخواهم داشت، هرگز نخواهم داشت، و این برنامه رو قطع کنید. وقتی برنامه ما تموم شده، سه شنبه دیگه زود زنگ بزنید با هم صحبت کنیم نازنینم. خیلی
خیلی ممنون. قربون شما، قوی باش و بمون. بمون رو حرفت. Thank you very much و thank you Al, thank you Reza, thank you Ali and حتما آخرین شنبه ما گروه حمایت خانواده برنامه داریم در انسینو کامیونیتی سنتر، تشریف بیارید. ساعت 2 تا 4:30 برنامه بسیار خوبی داریم و این برنامه این بار مهدی مهمان ما هستش و دکتر کامروا هستن، کامران کامروا هستن و برنامه های همیشگی ما پروفاملی گروپ فوق‌العاده است. اکبر مشتی هم که بستنی برامون میارن و لند هیلز مارکت میوه های تازه. و حتما سه شنبه دیگه زنگ بزنید، بقیه خطا رو هم جواب خواهیم داد. خدا نگهدار. Thank you very much. برنامه سازان، میهمانان و کلیه شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. با سلام، من دکتر شیرین نوروی خوشحالم به اطلاع شما برسونم که هر سه شنبه 11 بامداد میتونید بیننده برنامه روانشناسی من در رویال تایم تیوی باشید. هر هفته با موضوع جدید روانشناسی در خدمتون هستم و شما میتونید تماس بگیرید، موضوعی که در رابطه با خودتون، اطرافیانتون، همسرتون، فرزندانتون، عزیزانتون دارید پرسش کنید. هر سه شنبه 11 بامداد در خدمت شما هستم.